سلام مخلصیم، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جا که هستید شاد و سلامت و ثروتمند در پناه خدا باشید. خیلی خیلی دوستتون داریم. آقا صدا، تصویر، حتی صدای خروسا رو دارین از اولین و بزرگترین و کاملترین کانال آموزش زنبورداری جهان رام سرهانی میبینید و میشنوید. کانال خودتونه، هممون با هم تونستیم تا اینجا برسیم. ایشالله خدا یاری کنه و ادامه بدیم و بزرگتر بشیم. خیلی دوستتون داریم. قبل از ادامه ویدیو که نکات مهمی داره، یه لایک، یه کامنت خوشگل، یه قلب بذار، بنویس تنگس، بنویس دمتون گرم، به انگلیسی، به فارسی، هرچی گری شد. خیلی خیلی دوستتون داریم. حتما هم معرفی کنین به دوستانی که میخوان زنبوردار بشن تا بتونن از این مطالب استفاده کنن. آقا اسم یه لحظه بیه، بفرمایید اینجا. امکان نداره توی زنبورستان بریم و زنبور ضعیف نداشته باشیم. اگر دیدین توی یه سری ویدیوها زنبور ضعیف نیست، بدونین نشونتون ندادن. توی همه زنبورستان‌های دنیا زنبور ضعیف وجود داره، زنبور قوی و زنبور متوسط وجود داره. رفتارها میتونه متفاوت باشه. اصولا زمانی که شما دارین زنبور سازی میکنید به یه سری مشکلات این شکلی برخوردید. مثلا برای زنبور 5 قاب، 6 قاب، 7 قاب، 10 قاب یا 2 طبق اومدین شربت تو پلاستیک گذاشتین، اومدین مثلا فرداش دوباره بذارین میبینین نیست، ولی تو زنبور قویه خالی شده رفته، ولی تو زنبور ضعیف میبینین هنوز پره. یه چند تا نکته داره اینجا دوست. میاین همراه با کیک گرده اصولا گذاشتین دیگه. اگر کیک گرده خورده شده باشه، میان میبینی که یه سری زنبور نزدیک اون مشمای شربت هستن، یعنی دارن میخورن، ولی چون جمعیت کمه شما نمیتونین اون خوردنه رو محسوس احساسش کنین، به خاطر همین آروم آروم دارن میخورن. اما اگر از زمان گذاشتن شربت تا زمانی که دارین درش رو باز میکنین بررسی کنین، بیشتر از 2 روز گذشته باشه، باید این شربت از توی کندو انتقال پیدا کنه به بیرون و شربت تازه بذارین واسش، چون داخل کندو دماش بیشتره، امکان داره شربت اگر توش چیزی قاطی باشه، مکملی قاطی باشه، که 100% بعد از یه روز بعد بردارین، ولی اگه قاطی نباشه بعد از 2 روز یا 3 روز بعد شما حتما شربت رو خارج کنین و شربت جدید و تازه بذارین واسش، چون امکان ترش شدن، خراب شدن توی کندو موجوده. اما نکات اینجاست، بعد به نشونه ها توجه کنید. اگر کیک خورده شده باشه یعنی زنبور سالمه، فقط خوراک شربتش یک ذره آرومه. اما اگر اومدین دیدین کیک بهش دست نخورده، دوستان دارم میگم اصلا دست نخورده باشه، شربت هم پس نخورده، در اون صورت این زنبور امکان وجود یه سری بیماری ها، یه سری بیماری گوارشی یا کنه‌ای توی کندو هست. پس حتما قبلش یه شربت اسیدی روی کندو اسپری کنید، ویدیوهاش توی یوتیوب هست، فرداش یه شربت پروبیوتیکی یا پودر شکر پروبیوتیکی به کندو بدین تا این کندو سالم بشه، و از پس فردا شما میتونین دوباره شربت توی پلاستیکو به کندوها بدین. سعی کنید روی کندوهای 2 قاب 3 قاب شربت های پلاستیکیتون کم باشه، کوچیک باشه، که زنبور بتونه راحت‌تر بخوره و علکی مصرف نشه و هرز نره. این کندو رو ما دیروز واسه شربت گذاشتیم، یه دود بزنیم، بازش کنیم، میبینیم که کامل کیک خورده. تنها کیکی که نخورده کیکی بوده که زیر مشما بوده. من الان براتون این شربت رو ور میدارم و به بیرون انتقالش میدم و یه شربت جدید واسه کندو میذارم. دیگه نباید این شربت این تو کندو بمونه، چون دمای هوا رفته بالا و هوا دما وقتی میره بالا این شربت ها خراب میشن. ما البته اینجا امروز شربت کوچیک بذاریم ببینم درست کردیم. شربت ها همه 2 ملاقه‌ایه، میکنم این خوب باشه، واسهش میذاریم، این دفعه یه جای دیگه میذارم که بتونن اون کیک رو بخورن. کیک زیر مشما بوده نتونستم بخورن. نزدیک خوشو باشه بهتره، ولی اینو باید ورش دارن حتما. دیگه دمای هوای ما یه ذره افزایش پیدا کرده و آره یه مقدار دیگه هم بهش کیک میدیم، چون کیکشو خوب برمیداره میخوره و میدیم که ادامه بده به خوردنش.
از این به بعد بچه‌ها وقتی که دما میره بالا سعی کنید کیک رو هم اندازه زنبور بذارید. چرا؟ هرچی دمای محیط بره بالاتر امکان داره این کیک شل بشه، شره کنه توی کندو و باعث ایجاد آلودگی بشه. اگه بریزه کف کندو خیلی وضعیت قرمز میشه. این از این یک سری نکات بود توی زنبورای ضعیف. حالا بریم زنبور قویمونم ببینیم. بریم با هم. خب ما توی کندو تو زنبورستانم امکان داره کندوی قوی هم داشته باشیم. در این حال کندوی قوی چجوری حساب میشه؟ یکی اینکه تعداد قاب ها، میزان انباشته شدن کندو و زنبور ها روی قاب ها، با اون که هوا انقدر گرمه باز میبینیم این مقدار زنبور هنوز توی کلونی هست. و از همه مهمتر دیشب دما یه هلوش، دیروز دما یه هلوش 14-15 درجه بوده. ما شربتی که واسه کلونی گذاشتیم میان میبینی که این حداقل 3 ملاقه تو شربت بوده، خشک شده، یعنی کامل خورده شده. یه سری دوستان میگن آقا ما کجا بفهمیم بعد شربت رو با زنبور بیشتر کنیم زمانی که داریم زنبور سازی میکنیم؟ دوستانی که از بیرون میبینین زنبور دار نیستین، این ویدیو برای زنبور سازی. ما داریم افزایش میدیم جمعیت رو و قرار نیست این شربت ها ذخیره بشه. این شربت ها قراره برای ما جمعیت سازی کنه. از کجا بفهمیم جمعیت باید شربت رو بیشتر کنیم؟ از این رو میان شما به یک کندوی قوی شربت میدید، فرداش یعنی کمتر از 24 ساعت میان در کلونی باز میبینی هیچ اثری از شربت توی این نیست و پاره کردن شربت رو و از بین بردنش. و یه همچین جمعیت ده قابی ما داریم با این میزان از رفت آمد. این کلونی یعنی دارای تخم و شفیره وحشتناکیه و نیاز به غذای به مراتب بیشتر از سایر کلونی ها داره، چون کمتر از 24 ساعت 3 ملاقه 4 ملاقه شربت رو خورده. پس میایم به این کلونی ما انبار دو تا پلاستیک فریزر بهش میدیم و تغذیه بیشتری میکنیم تا بتونه جوابگو این حجم از تخم لار و شفیره و بچه ها باشه و کم نیاره که بخواد از ذخیره خودش بخوره یا از شهری که میاره بهش کمک کنه. این بار بهش دوتا میدیم. بس همه منطق میام میبینیم بچه این کیک های با پلاستیک رو من همیشه باش مشکل داشتم. البته برای آموزش بود مجبور بودیم اینجوری بذاریم. یه ذره دیر خورده میشه. داستان دیر خوردنش هم اینه که چون نصفش پلاستیک تشکیل داده و زنبور مجبور از همون قسمتی که فقط بازه مصرف کنه. الان ما این روی اینو برداشتیم تونسته اومده روش داره میخوره. به خاطر همین یکی از بهترین روشه که من دوست دارم همیشه به کلونی تغذیه بکنم، البته اگه کلونی واقعا کیکو برداره، یعنی واقعا کیک خور باشه، اینی که روی قاپا به صورت لاینی نازک رو بیشتر قاپا بذاریم خیلی راحت تر و جمعیت بیشتری میتونه از کیک استفاده کنه. اینجوری همیشه به صورت نوبتیه و تا تمومش کنه یه ذره داستان میشه. منم براش الان یه ذره با اون که داره، منظور منم میگم اینجوری میذاریم واسش، اون که داره شما این کار نکنید، اگه داره نذارید. من میدونم این کلونی من کیک خوره و با اون که اون حجم از کیک داخله نگاه کنین دوباره داره علاقه نشون میده به کیکی که اینجا هست و شروع میکنه به خوردن کیک. مثل سفره پهنش میکنیم و الان یه تیکی دیگه هم اون بر واسش بذاریم که همه قاب ها توان خوردن کیک رو داشته باشن. وقتی که این مقدار پذیرش از کیک رو ما داریم میبینیم، یعنی اینکه این کلونی نیاز داره و از همه مهمتر لارو داره، تخم داره، نگاه کنید هنوز نزاشته داره حمله میکنه به سمت کیک. و این کلونی با تغذیه شما میتونید یه جمعیت بترکون واسه یه موقع بهار داشته باشید و باهاش شهد و عسل خوبی رو برداشت کنید، چون که در حال آماده سازی واسه اون زمانه و ما یه چیزی حدودش 40 روز 30 تا 40 روز تا شهد اصلی منطقه فرصت داریم و تو این 30-40 روز ما میتونیم جمعیت این کلونی رو بسیار زیاد افزایشش بدیم که با یه جمعیت 2 تا 3 طبق بره برای جمع‌آوری شهد و گرد و بریم انشالله که باش جمعیت سازی خوبی داشته باشیم. نترسین بچه‌ها، زنبورسازی نیاز کندوهاست، نیاز زنبورستانه و شما با زنبورسازی که میتونین یک زنبورداری صنعتی درست منظورم از لحاظ ارگانیک بودن
داشته باشین و یه مقدار تنش ها و استرساتون رو کم کنه و بتونین یه نتیجه زیبا و عالی داشته باشین و نتیجه که دلپذیر باشه. نتیجهش میتونه با افزایش میزان جمعیت، افزایش میزان بچه زنبورها، تکثیر زنبورهاتون یا برداشت عسل و گرد و ژل و سایر چیزا باشه. این کندوها کندوهای پایه مادری هستن که حتما حتما نژاد خوب هم میتونه تاثیرگذار باشه توی زنبورستانتون. همونطور که یه مثال همیشگی هست، شما اگه یه گاو هولشتاین داشته باشین، یه گاو نژاددار یا یه گاو محلی داشته باشین، توی یک صحرای یکسان همیشه گاو نژاددار میتونه بهتون محصول بیشتری بده تا یه گاو محلی. به خاطر همین سعی کنید از نژادهای درست و خوب استفاده کنید تا بتونه اون حجم از رسیدگی شما رو جوابگو باشه و بهتون بهترین نتیجه رو بده. خیلی مخلصیم، امیدوارم همیشه شاد و سلامت و ثروتمند باشین. در پناه خدا. خیلی دوستتون داریم.